پریسا خواننده موسیقی سنتی ایران در شهر لندن به روی صحنه رفت. هنرمندی که همیشه از شهرت دوری میکرد خیلی زود در سنین جوانی به ستاره موسیقی سنتی تبدیل شد. اما با وقوع انقلاب و ممنوع شدن خواندن برای زنان، همانند بسیاری از خوانندگان زن، خانه نشین شد. پریسا در اولین مصاحبه تلویزیونی خود بعد از انقلاب به تلویزیون یورونیوز گفت که از سیاست اجرای زنان برای زنان استقبال نمی کند. خانم ها در ایران اجازه خوندن رو دارن، ولی فقط برای خانم ها. البته من هیچ وقت برنامه در ایران به این صورت اجرا نکردم، چون اعتقادی به این ندارم که باید فقط برای خانم ها خوند. این نوع موسیقی به جنسیت آدم ها کاری نداره و با روح انسان ها سر کار داره. پریسا موسیقی را ابزاری برای نیایش با معبود می‌داند و این مسئله در اشعاری که او برای آثارش انتخاب می‌کند مشهود است. پیام امثال مولانا پیام کالای روز نیست که در واقع از مد بیفته و دیگه به درد نخوره، کما که بعد از 700 سال که از مولانا گذشته هنوز پیام جهانیش قابل استفاده است. حالا این موسیقی ما هم که در واقع با این شعر، با این اشعار کلاسیک عجینه، همین پیامو داره. حدود 40 سال از بازنشستگی اجباری پریسا میگذره، اما هنوز هیچ ستاره زنی نتونسته در موسیقی سنتی به جایگاه اون برسه. آیا این نشون دهنده رکود این نوع موسیقی در میان زن هاست، یا نشون میده که پریسا خواننده بی بدیلیه؟ ما 40 سال است که با خانم پریسا زندگی کردیم. اینکه ایشون روی صحنه نیومده یا دیر اومده یا کمتر اومده تغییر در وضعیت نمیده. به نظر من صدا خیلی تغییر نکرده و به نظر من هنوز همون فرشته آسمانی آواز ایران. موسیقی از نظر پریسا هنری مقدس است که به هنرمند و مخاطب بالی برای پرواز به دنیای فرازمینی می‌دهد. چون زنی برنامه شمسالدین تبریزی بزن، مطرب با نرمک بزن، نرمک بزن، مطرب با نرمک بزن.